دو گروه فلسطینی فتح و حماس 4 سال به سوی یکدیگر شلیک کردند و از یکدیگر متنفر بودند. اکنون آنها با میانجیگری مصر در شهر قاهره پایتخت این کشور توافقنامه آشتی امضا کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست روز چهارشنبه در کنفرانسی در شهر نصر در نزدیکی قاهره گفت بعد از 4 سال سیاه که آسیب بسیاری به منافع ملی فلسطینیان رساند، ما به دیدار هم آمده ایم تا با اراده مشترک به دوران تفرقه پایان بدهیم و برای اتحاد سرزمین، مردم و نهادهای دولتی خود به یک پارچگی برسیم. خالد مشعل رهبر حماس نیز در برابر این موضع‌گیری در همین باره گفت از طرف حماس و شاید تمامی شاخه های آن اعلام می کنم که ما آماده این تمامی هزینه های لازم را برای آشتی و اجرای عملی موافقتمان با جنبش فتح بر عهده بگیریم. دگرگونی های جهان عرب در چند ماه گذشته زمینه را برای آشتی دو گروه فلسطینی آماده کرد. اما این توافق با استقبال اسرائیل روبرو نشده است، زیرا سازمان حماس کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. محمد الهامی خبرنگار یورونیوز از قاهره می‌گوید اجرای موافقتنامه آشتی حماس و فتح به نظر دشوارترین کار برای آنها خواهد بود. اهمیت این آشتی در آن است که رویای فلسطینیان را برای تشکیل کشوری مستقل نجات می‌دهد. محمد الهامی، یورونیوز، القاهره.